یک گروه 12 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت نیمروز به روند صلح یکجا شدند. مسئولان کمیته صلح ولایتی نیمروز میگویند این گروه با تلاش بزرگان قومی و مقامهای محلی این ولایت دست از جنگ کشیدند. والی نیمروز در این برنامه از دیگر گروه های مخالف مسلح دولت میخواهد که دست از جنگ بردارن و در آبادی کشور خود سهم بگیرند. خلیل رسولی در این باره گزارش میدهد. این گروه 12 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت نیمروز که در چند سال گذشته مقابل نیروهای امنیتی می جنگیدند، حالا به برنامه صلح یکجا شدند. مسئولان محلی این ولایت می گویند بزرگان قومی برای پیوستن این گروه به روند صلح بسیار تلاش کردند. والی نیمروز می گوید همه افغانها حق دارند که در فضای صلح و امنیت زندگی کنند و دولت هم از این روند استقبال میکند. محمد سمی از دیگر گروه های مخالف مسلح دولت میخواهد که برای آبادی کشور خود دست از جنگ بکشند. من اعلان کوم حق نورون هم خپدی او مخالفین په صف کې ولاړ دي او غولیدل دي، هغه ته هم زه دعوت ورکوم، تاسې هم دعوت ورکوي چې د مخالفینو صف دې نه تقویه کوي، د مونږ د منافعو د ضد خلکو صفونه دې نه تقویه کوي، رادسي وطن دې خپله په خپله جوړ کړي. از سوی هم مسئولان امنیتی نیمروز میگویند برخی از گروه هایی که نمیخواهند در این ولایت صلح بیاید شایعه پخش میکنند که اگر به روند صلح یکجا شوند زندانی خواهند شد. دلاور شاه دلاور به مخالفان مسلحی که علاقمند صلح هستند اطمینان میدهد که این چنین نخواهد شد. تبلیغاتی را در مغز زنا اونا البته پیشکاری کردن و بر زنا اتوار نمود ساختن که زمانی که شما به پروسه سال پیوست میشین، شما از طرف دولت بندی میشین، تعدید میشین، توین میشین، بلکه ما به تمام هموطنهایی که در مخالفت قرار دارند بر زنا اطمینان میتم که اونا دوش با دوش برادرهای خود در سطح افغانستان و خصوصا ولایت نیمروز در عمران و آبادی از وطن حق دارند، سهم فعال دارند. از سوی دیگر رئیس کمیته صلح ولایتی و رئیس شورای ولایتی نیمروز میگویند دولت باید برای افرادی که بر روند صلح میپیوندند زمینه کار را فراهم کند. عبدالغفور زوری رئیس کمیته صلح این ولایت میگوید به منظور فراهم کردن زمینه کار برای افرادی که بر روند صلح میپیوندند امکانات لازم را در اختیار ندارند. در ردیف هستند، منتها امکانات مالی ما ضعیفه که دولت خود مرکز ما خیمه همکاری درست نمینه. امیدوار هستم که حکومت ما برای کسانی که میآیند در پروسه صلح، برای مخالفینی که میآیند در پروسه صلح، برای زینا یک ایجادی، یک کار و شغل ایجاد کنه و که اینا بتوانند دائمی انشاءالله تعالی امرای حکومت و مردم همکار باشند. صلح از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان بوده است. هرچند دولت همواره راه صلح و آشتی را برای مخالفان مسلح باز گذاشته، اما مخالفان مسلح دولت همواره در پاسخ حکومت نگفتند و تلاش حکومت در این روند ثمره چندانی نداشته است.